بینندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم با گفتار مریم محسنی، حمله به حجاب نماد درماندگی. سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. با گذشت 38 سال از به حکومت رسیدن تاریک‌اندیشان زن ستیز، بعد از شکست‌های پی در پی در خونه نشین کردن زنان و در تحمیل حجاب سیاه، باز رفتن سر حجاب و حمله کردن به بی‌حجابی چه معنایی داره؟ این نشونه چیه؟ قبل از همه نشونه درموندگیه. فرشته روح افزا، معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان، این هفته تو یادداشتی در نقد بی‌حجابی ادعاهایی کرده که برای شناخت این خانوم و همفکراش حداقل بعضی از اونا خوبه که اینجا مطرح بشه. بی‌حجابی رو ایشون با برهنگی هم معنا میگیره و میگه پدیده برهنگی بیماری عصر ماست. مترادف گرفتن بی‌حجابی با برهنگی یک سفسطه آشکاره. برهنگی یعنی نداشتن پوشش. مشکل مردم با خانم روح افزا و همفکرای اسید پاش ایشون این نیست که میخوان همشون برهنه باشن. میخوان آزادی پوشش داشته باشن. میخوان آزادی انتخاب پوشش داشته باشن که خودشون پوشششون رو انتخاب کنن. آزادی انتخاب پوشش رو برهنگی جا زدن هست که نشونه بیماریه، نه اصل این آزادی. ایشون ادعا میکنه که اگه حجاب باشه امنیت اجتماعی فراگیر میشه. اگه این ادعا درست باشه، در کشور ما که 38 سال حکومت مذهبی داشتیم، قاعدتا باید امنیت زنان با کشورهایی که زنان آزادی پوشش دارن اصلا قابل قیاس نباشه، در حالی که میدونیم درست برعکسه. اینجا هم خانم روح افزا و همفکرای جزمندیش و قشری ایشون سفسطه میکنن. امنیت اجتماعی با حق انتخاب یه چیزه، بدون حق انتخاب یه چیز دیگه است. امنیت اجتماعی اگه بنا باشه به قیمت سلب آزادی فردی و حق انتخاب، محدود کردن حضور اجتماعی زنان، آپارتاید جنسیتی و تحمیل الگوی خاصی به نام الگوی اسلامی خانواده به دست بیاد، اصلا ارزشی نداره. نداره برای اینکه به یه هنجار اجتماعی امنیت آفرین، به یه قاعده عام رفتاری برای همه زنان و مردان تبدیل نشده. میخوان نصف جمعیت کشور رو تو گونی سیاه داخل یه جور زندان محاصره کنن، اسمش هم بذارن امنیت اجتماعی. این جور امنیت به درد زنان نمیخوره، برای اینکه عقب موندگی، جهل، تاریک اندیشی زنان و قیمومیت مردان بر زنان رو به نام امنیت اجتماعی ابدی میخواد. امنیت اجتماعی موقعی واقعی است که از طریق حفظ متقابل حریم متقابل همه اعضای جامعه و برابری همشون در برابر قانون به دست بیاد، نه از طریق محصور کردن زنان. ادعای سوم ایشون اینه که بی‌حجابی مایه گسترش طلاق و انهدام خانواده هاست و خانواده سالم خانواده ایه که زنا توش محجبه باشن. این هم یه ادعای سراپا دروغه. زنان در تقریبا همه کشورهای اروپایی از آزادی انتخاب پوشش برخوردارن و همه در این کشورها امنیت اجتماعی از طریق خونه نشین شدن زنا تأمین نشده. امنیت زنان از طریق حضورشون در جامعه معنا پیدا کرده. معنای این از نظر خانم روح افزا و همکیشان تاریک‌اندیش و زن ستیز ایشون اینه که تو این جوامع برهنگی حاکمه و زنا حق حضور اجتماعی هم دارن. بنابراین در چارچوب نظر خانم روح افزا و همفکراش، قاعدتا باید با اوج انهدام خانواده ها و آمار گسترده طلاق در جوامع اروپایی روبرو باشیم، در حالی که چنین چیزی به شهادت آمارها واقعیت نداره. بر اساس آمار جهانی سال 2015، از نظر میزان طلاق، ایران که تحت یک حاکمیت سفت و سخت مذهبیه و نهادهای موازی با بودجه نجومی سالانه به خط شدن برای کنترل حجاب، از نظر میزان طلاق جایگاه چهارم در سطح جهان داشت. در همین سال
به استثنای دانمارک میزان طلاق همه کشورهای اروپایی پایین‌تر از ایران بود. این یه دروغه که آزادی پوشش عامل گسترش طلاق میشه. برعکس کنترل شدید، محرومیت زنا از حق انتخاب، تبعیض جنسیتی در محل کار، در آموزش و در حضور اجتماعی که جدایی های بیشتر رو دامن میزنه و زمین سازی میکنه. زنان تاریک‌اندیش حکومتی که رسالتش رو میدونن با یه مش سفسطه های بچگونه و استدلال های غیر واقعی از واپسموندگی، تحجر و حجاب اجباری دفاع کنن، خوبه به این موضوع توجه کنن که اینجور ادعاها نخنما شده و زنان ایران سالهاست از روی اینجور نظرات رد شدن.